سالها زحمت میکشند، شبها بیدار میمانند و روزها زمزمه میکنند تا 30 جزء قرآن را حفظ کنند. سالانه حافظان قرآن از 70 کشور جهان در مصر رقابت میکنند. شبکه تلویزیونی HBO در مستندی از این مسابقه نگاهی انداخته به دین اسلام از دیدگاه سه حافظ خردسال. طاهر قادری گزارش میدهد. آیه های از قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، حافظانی که 30 جزء قرآن را حفظ کردند و حالا اینجا در مسابقه بین المللی قرائت قرآن در مصر 110 کودک و نوجوان از 70 کشور جهان برای زیبا خواندن و درست خواندن رقابت میکنند. شبکه تلویزیونی HBO آمریکا در مستند نگاهی کرده به زندگی سه نفر از این شرکت کننده ها، نگاهی که شاید بتواند نگاه بقیه آمریکایی ها را به مسلمانان تغییر دهد. چیزی که برای من جالب بود اینه که این فیلم راجب مسابقه است. داستانش خیلی عالیه. راجب دینیه که مردم این کشور خیلی کم ازش اطلاع دارن. من احساس کردم بهترین روش برای معرفی این دین برگزاری این مسابقه بین بچه هاست. ریفا رشید 11 سال دارد و از مالدیف در این مسابقه شرکت کردند. وقتی برای اولین بار وارد مسجد شدم ترسیدم. ترسم از رقابت با کسایی بود که از من بزرگترند. فکر نمی کنم بتونم مثل بقیه قرائت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما ریفا رشید تنها شرکت کننده خردسال نیست. والله لا يحب نبی الله 11 ساله هم از تاجیکستان آمده و جمال 10 ساله از سنگال. من السماء من ماء فأحيا به. والدینم به من گفتن قبل از هر چیز دیگر باید قرآن را بیاموزم. It's a rich, nuanced faith. اسلام دین غنی و دقیقیه که مثل بقیه ادیان ملاحظات و بحث‌های درونی خودش رو داره. اسلام 1.6 میلیارد پیرو داره. چیزی که امیدوارم مردم از این فیلم یاد بگیرن فهم عمیق‌تر از پیچیدگی‌های این دینه. مستند قرآن از حفظ از دید کودکان نسل بعدی مسلمانان را ترسیم می کند. نگاه متفاوته که شاید کمتر فیلم آمریکایی با این دقت به آن پرداخته باشد. طاهر قادری، BBC.